ببخشید فکر می‌کنم یه اشتباهی شده چون من گفتم آقای عباس علی کریمی. آقای عباس علی کریمی مدیر عامل همین شرکت مارال دیده سبا بودن. ضمانت‌نامه به نام شرکت ثبت میشه نه شخص. درسته حق با شماست. ببخشید من میتونم دوباره اون معرفی‌نامه داستر رو ببینم؟ بله چرا که نه، خدمت شما. البته خدمتتون عرض کرده بودم که ما تو مراحل اولیه تحقیق هستیم، به خاطر همین هم هنوز پرونده تکمیل نشده که من بخوام از جزئیاتش با خبر باشم. خیلی ممنون. میفرمودین؟ بله، 115 میلیارد تومان ضمانتنامه به نام همین شرکتی که آقای عباس علی کریمی مدیر عاملشه صادر شد. 115 میلیارد تومان. بعد یه سوال دارم از خدمتتون. این شرکت توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی درخشان که گفتیم اینجا چیکار است؟ عرض کردم خدمتتون. ضمانت‌نامه به نام شرکت مارال دیده سبا در وجه شرکت توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی درخشان صادر شد. باشه. پس من یه بار توضیح میدم براتون، شما ببینید که من درست متوجه شدم یا نه. بفهم. ببینید بانک اومده به اسم شرکت مارال دیده سبا که همین آقای عباس علی کریمی مدیر عاملش هست 115 میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کرده که چیکار کنه؟ که از طریق همین شرکت درخشانی که گفتید فرآورده‌های نفتی و نمیدونم غیر و اینجور چیزا خریداری کنه، درسته؟ دقیقاً. خب بعد هنوزم با بانک تسویه نکرده. بله همینطوره. درست. فقط یه خواهشی دارم، میشه از این برگه‌ها یه کپی به من بدی لطفا؟ خیر. گرفته ای صادقی؟ چیزی شده؟ هیچ چیزی، شب آقام یهو سردرد شدید گرفت، بینش خون و بردیمش بیمارستان. دکترها چی گفتن؟ تا صبح بستری بود، سی تی اسکن هم گرفتن، اما چیزی نبود. بابا امروز میموندی خونه دیگه، برای چی اومدی؟ هفته قبل هم یه روز نبودم آقا، پرونده زیاد داره. امروز هم مرخصی بگیر، مرخصی رد میکنی. سلام آقای حسینی، آقای هدایت مسلمی. ها، سلام علیکم. 5 دقیقه دیگه بیام تو اتاقم. چشم. شما که با این آقای پیوسته مشکل داشتی اصلا برای شو بهش زنگ زدی؟ حماقت. رفتم پیشش ولی چوبشم خوردم. خدا خواست که موسا بزنه تو پرم تا من باشم که دیگه نرم سراغ کسی که پولش مسئله داره. دقیقا به شما چی گفت؟ اول گفت ندارم، بعد دوباره گفت دارم، بعد دبه کرد. چرا همون اول نگفت ندارم؟ میخواست آزارم بده، انتقام بگیر ازم، سر همون اختلاف هایی که از گذشته داشتیم. شما رو چه حسابی میگی پولش مسئله داره؟ کسی که ظرف چند سال بار زندگیشو ببنده و خونش از سیمتری جی ببره نیاوران، به نظر شما پول حلال برده سر سفرهش؟ بگین دیگه، شما خودتون دارین بین مردم زندگی میکنین، غلط میگم؟ چیزی که شما میگی به این پرونده مربوط نیست، منم نمیخوام در موردش صحبت کنم. بفرمایید در مورد چی میخواین صحبت کنین، همونو بگم. مشکلی تر شد؟ مجبور شدم پول نزول کنم. شما 5 آذر ساعت 12 ظهر کجا بودید؟ ملایر، سفر کاری بودم، دیشب برگشتم. چه کاری؟ یه بنده خدایی رو پیدا کردم، رفتم باهاش صحبت کنم، از این مواد غذایی که ویزیتورشونم بهش عمده بفروشم. گفتم رو شهرستان رو کار کنم، شاید بیشتر گیرم بیاد. شاهدی هم داری؟ رفتم ترمینال جنوب، سواره یه شخصی شدم، یه راست رفتم ملایر، بگردین اون راننده رو پیدا کنید. خب
این آقایی که رفتی پیششی؟ بله، میتونیم بهش زنگ بزنیم. شمارش بنویس. گوشیم همراهمه که بنویسم. خیلی خب، برو آقای صادقی نامه بهت میده، برو پایین گوشی تو بگیر، شماره رو بیا بده دفتر. باش. ببخشید آقا، شما الان در مورد قتل زن موسی دارید من از این جیم میکنه؟ اول جلسه عرض کردم خدمتون، دارم تحقیقات کامل میکنم. شما هر چی خواستید پرسیدید، منم جواب دادم، ولی زن موسی به من چه؟ من کجای ماجرام؟ برای تکمیل کردن تحقیقات بازپرس با هر کسی که لازم باشه صحبت میکنه. باریکلا به شما، خیال کردم که راجب موسی میخواین هم من بپرسین که ببینید زنشو کشته یا نه. به سلامت. الو نظری؟ مسلمی هم. خوبم، تو چطوری؟ ببین یه خواهشی داشتم ازت، اگه تهرون به زنگ زدن و سراغ منی گرفتن بگو آره چهارم پنجم آذر اینجا بوده، فهمیدی چی میگم؟ اومده بوده چیپس و پفک عمده بهم بده. آره چیه که؟ آره قضیهش مفصله، ببینم بهت میگم. آره معصوم بهم شک کرده سر پیره. پدر جان اینجا نش، بفهم. باشه چشم، خداحافظ. بابا چرا نیومدی با هم شام بخوری؟ میل نداشتم. چرا؟ طوری شده؟ نه طوری نشده. پس من غذاتونو میذارم همینجا، هر وقت میل داشتیم بخوری. راستی فردا پس فردا خانواده مهدی اینا میان تا زمان بله برون و عقد عروسی رو مشخص کنیم. بخند دیگه بابا، وقتی برم مطمئنم دلتون برام تنگ میشه ها. یه قولی به هم میدی؟ هرچی هم کنین، هر اتفاقی افتاد خوب یا بد، تو فقط به زندگی خودت فکر کن، نه چیز دیگه. چه اتفاق بدی؟ مطمئن باش هر کاری که من کردم فقط برای این بوده که شما راحت زندگی کنی. بابا داری نگرانم میکنی، اتفاقی افتاده؟ هیچی نگو، فقط بگو چش. به مهدی زنگ بزن، بگو عقد و بله برون رو با هم میگیریم. چه عجله ای حالا؟ آخر همین هفته. بابا نمیشه به این سرعت عقد گرفت، تازه میخوام بیان حضوری قرار مدار بذارن. حضوری لازم نیست، زنگ بزنن با مادرت هماهنگ کنن. آخه بابا بس نکن، اون کاری رو که بهت گفتم بکن. گفتم آخر این هفته، نشیدم بگی چشم. من خیلی ساله که برای آقا موسی و خانم خدا بیامرز کار میکنم. وقتی اون بند خدا به رحمت خدا رفت شما کجا بودی؟ من عروسم پا به ما بود، آخه مادرش فوت کرده. خدا رحمتش کنه. سلامت باشید. من مثل مادرشم براش، به من زنگ زد که برم پیشش،
دردش شروع شده بود. منم از خانم خدا بیامرز اجازه گرفتم و رفتم. خب پس اگر من به عروستون زنگ بزنم حرف شما رو تایید میکنه دیگه؟ بله آقا، بچهش هم دنیا اومده. مبارک باشه، به سلامتی. سلامت باشید، دروغ ندارم به شما بگم. میدونم. خانم آقا رابطهشون چجوری بود؟ خوب بود. خوب خوب بود. این خوب بود یعنی خوب بود یا مثلا بدک نبود؟ تا 2-3 سال پیش خوب بود، خیلی هم خوب بود. اون وقت چه اتفاقی افتاد که دیگه خیلی خوب نبود؟ ببینید، شما هر چی بگید پیش من میمونه، خیالتون راحت باشه، اما اگه چیزی رو مخفی کنید ممکنه براتون دردسر بشه. من خیلی با آقا موسی مدیونم. یه بحث دیگه است، ما الان باید تکلیف مرگ خانوم رو مشخص کنیم. راستش آقا موسی یه شیطنت هایی میکرد که به گوش خانم رسیده بود. یعنی چی که شیطنت میکرد؟ آقا پرهام میخواست با یه دختری ازدواج کنه، اسمش ریحانه بود، ولی آقا و خانم هیچ کدوم موافق نبودن. آقا پاشد رفت که باشون صحبت کنه، وضعشون هم خیلی خوب نبود، مادرش هم از پدرش جدا شده بود. آقا چشمش مادر ریحانه رو گرفته بود. اینو خانم فهمیده بود؟ تو چرا میگید شیطنت؟ این که خیانته. به زبونم نمیاد بگم آقا. دلیل مخالفتشون برای ازدواج پرهام و ریحانه چی بود؟ وقتی خانم فهمید چی بینه آقا موسی و مادر ریحانه گذشته، این اسفند رو آتیش شد. آقا بد جوری دلش گیر کرده بود پیش مادر ریحانه، یه وقتایی داد و فریاد میکرد، میگفت تو که همش خارج از ایرانی، خب بذار من زندگیمو بکنم، جوری میگفت که منم میشنیدم. پس بد جور گرفتار شده بود. اینجوری شد که خانم سفت و سخت وایساد تا پای ریحانه بریده شه، چون اگه ازدواج میکردن مشکلاتشون بیشتر میشد. به خاطر همین خانم تصمیم گرفت پای ریحانه و مادرش رو از این خونه ببره. ممنون که اینا رو گفتید. آقا اینهایی رو که من گفتم یعنی اینکه آقا موسی قاتله؟ نه خانم، من دارم تحقیقاتم رو کامل میکنم. خب این وسط هر اطلاعاتی به درد بخوره رو جمع میکنم. آقا موسی قاتل نیست آقا. خانم آقا خیلی هم بیگر رو دوست داشتم. بله، انشالله همینطوری باشه که شما میگی. مسئولیت ما رد و رفت کردن امور درسی دانش آموزاست خانم. خانم عبدی، تا شرایط و مقدمات درست نباشه که بچه ها نمیتونن درس بخونن. خانم رحیم‌پور، اون شرایط و مقدماتی که تو ذهن شما میگذره میشه دخالت مستقیم تو زندگی شخصی این دانش آموزا. درسونی از توان من یکی خارج. تلاشمونو که میتونیم بکنیم. بیرو درواسی بخوام بهتون بگم، من نصف حقوقی که از اینجا میگیرم میشه صرف بنزین ماشینم. رسیدگی به امورات حاشیه‌ام نه برام میصرفه، نه خانواده‌ام راضین که من از اونو کم بذارم و اینجور جا هزینه کنم. خب صرفیدن یا نصرفیدن که یه بخش ماجراست، یه بخش دیگه اینه که ما به عنوان یک انسان باید زندگی اطرافیانمون برامون مهم باشه دیگه. البته قصد توهین نداشتم. خیلی توهین کردین. خانم عبدی، من عذرخواهی میکنم اگر شما اینجوری برداشت کردین. من اینجوری برداشت نکردم، شما حرفت بد بود. من باز عذرخواهی میکنم از شما. شما بگو مشکلتون با من چیه تا من تکلیف خودم بدونم.
اینه که شما نباید بدون اجازه من به رئیس انجمن اولیا مربیا میگفتی از خانواده بچه‌ها پول جمع کنن که براشون صبونه بگیریم. زور که نیست، گفتیم هر کسی دستش به دهنش میرسه کمک کنه. این خانواده اگه دستشون به دهنشون میرسید که بچه‌هاشون سوء تغذیه نداشتن. شما هم خیلی از روش کم سیری حرف میزنی، انگار شرایطو نمیدونی. البته ببخشید، نمیخواستم توهین کنم. نه توهین نیست، خیالتون راحت. فقط شما شرایطو بگین که منم مطلع باشم. همین کار شما میشه بهونه واسه بعضی از آدمای مریض. چه بهونه‌ای؟ که برن آموزش پرورش منطقه گزارش بدن که مدرسه بی حساب از خانواده بچه‌ها پول میگیره. به خاطر یه سری آدم مریض که آدم نمیتونه دست رو دست بذاره. در هر صورت اجازه نمیدم تو مدرسه که من مدیرشم از اینجور اتفاقا بیفته. چون اصلا دنبال دردسر نیستم. خانم عبدی، با جمع کردن پول از معلمین که مخالفتی ندارین؟ معلمه بنده خدا مگه چقدر حقوق میگیره که بخواد نصفشم صرف صبونه بچه‌ها کنه؟ این دفعه هم دفعه اول بود تو رو درواسی گیر کردن، یک قرون 2000 کمک کردن. شما فکر میکنم خیلی زندگی خجسته ای دارین. البته که همکاران لطف داشتن، بیشتر از یک قرون 2000 به بنده کمک کردن. حالا من با همین مقدار کم شروع میکنم اگه شما مخالفتی نکنید. خیلی خوب، دو روزم صبونه بده ببینم کجا رو میگیری. ممنون. فرصت داشته میام دفترت صحبت کنیم. خب بعد به رئیس بانک گفتم مدارکو بده، نداد. علیپور مگه حکمو بهشون نشون نداد؟ رئیس بانک موظفه با ضابط همکاری بکنه. اصلا این گزارش برای چه امضای علیپور نداره؟ آقای علیپور اون روز گرفتار شد، گفت یه روز دیگه بریم. آها، خب با من هماهنگ کرده بود. من گفتم حالا بعدش دارد. گفتم خودم برم اطلاعات از بانک بگیرم که عقب نیفتیم. تو با اجازه کی سر و خود پاشدی رفتی بانک؟ ببخشید. این برگه هایی که عباس علی کریمی تو ماشین امضا کرده همین درخواست ضمانت‌نامه ها بوده. از کجا به این نتیجه رسیدی؟ از این بابت که با روند کارو گره کشایی پرونده داشته باشم پرسیدم. عباس علی کریمی بدهی داشته، اینا رفتن ضمانت‌نامه بگیرن، دیدن چک برگشتی داره، بدهیشو دادن تا رفع سوء اثر کنن. دقیقاً. حلقه مفقوده تو ماجرای عباس علی کریمی همین دو نفری هستن که بهش وصل شدن، سالار خان و فرحت. به طور حتم اسم هر دوشون هم پرت و پلاست. آقای حسینی، سالار خان مهمتره. اول از همه حمیدرضا وصلش کرده به اون، بعد پای فرحت اومده وسط. مسلط شدی. عرض کردم که نتیجه دیگه بدون هماهنگی با من سر خود کاری رو انجام نمیدم. بفهم اینا چیه؟ صحبت های شما با کریمی که تموم شد، هماهنگیاشو انجام دادم بره چهره نگاری آگاهی. چیزایی که یادش بود شد اینا. اون یکی فرحت، اون یکی هم سالار خانه. برای کرده خانم فناییان، با سازمان بازرسی کل کشور تماس بگیرید ببینید کدوم کارشناسشون روی این شرکت تولید و پخش فرآورده‌های نفتی درخشان کار کرده. دعوتش کنید باهاش صحبت کنن. ترابی، باید اطلاعات پیدا بکنیم در مورد این حمیدرضا کریمی. زندگیش چجوری بوده، خانواده‌اش، شرایط مالیش چجوری بوده، حساب‌های بانکیش چطور فوت شده، صحنه‌سازی بوده یا واقعا تصادف کرده؟ ببخشید، لازمه من کاری بکنم؟ استعلام میکنم ببینم پرونده داره، اگه داشت برو پیش پاسپورت پرونده اطلاعات شو بگیر. چشم، فقط با اجازتون یه چند روزی گرفتاری دارم، بعد بشینم خونه. چیه؟ مشکلی پیش اومده؟ نه، میخوام زبان بخونم، امتحان آیلتس دارم. آها. چرا؟ خب خونه آدم 3 سال از ایران رفتن، یعنی مهاجرت کردن. منم دارم کارامو انجام میدم که کم کم برم. البته تا بخوام برم طول میکشه. کارآموز که نباید کارو تعطیل کنه به خاطر مسائل شخصیش. بله، دارم از شما اجازه میگیرم. یعنی اگه من اجازه ندم نمیری؟
چاره ای نیست دیگه، نهایتا این که شبا بیدار میم. بله حال پاش برو به کارات برس، صحبت میکنم. چشم. خب برو دیگه. با اجازتون. خدا حافظ شما. خدا حافظ. زنده باشی. یا علی. آقای حسینی عزیز، اعضای صندوق خیلی آدمای نجیبی هستند که تا حالا سر صدا نکردن. همشون گه. ببینید چند نفرن؟ چند نفر؟ 60,000 نفرن. خدا حافظ شما. اگه فقط یکیشون ناتو بود، میتونست بره با یکی از این شبکه‌های کوپ زهرماری مثل بی بی سی مصاحبه کنه. ولی نکردم، دندون سر جگر گذاشته. شما با دادستانی هم صحبت کردیم؟ هم پیش بازپرس پرونده رفتیم، هم پیش دادستان. هر جفتشون میگن باید تحقیقات تکمیل بشه. بعد حالا طرف بی ربطی هم نیست، پرونده پیچیده یه برسوده. قبلش پرونده دست یه بازپرس دیگه ای بود، اسمش چی بود؟ قاضی منفرد. قاضی منفرد. اون گفتش که شما نگران نباشید، یکی دو ماهه تحقیقاتم تموم میشه. البته قاضی منفرد رفت یه دادسرای دیگه. آقای حسینی عزیز، عرضم اینه که چطور یه بازپرس میگه یکی دو ماهه جمع میشه، یکی دیگه 6-7 ماه میذره میگه حالا حالا کار داره. من در مورد شیوه کار بازپرس های دیگه نمیتونم اظهار نظر کنم. باش، اصلا پرونده خیلی پیچیده است، ولی قوه قضاییه باید در سریع‌ترین زمان اینو جمع کنه، یا حداقل یه گزارش به اعضای صندوق بده که تا کجا پیش رفته. ممکنه شدنی نباشه اینا. خیلی موقعا دادن گزارش توی روند تحقیقات خلل ایجاد میکنه. من که قد شما سر در نمیارم، اما همین طولانی شدن ماجرا باعث میشه مردم بدبین بشن، بگن اینا دارن با هم دیگه زد و بند میکنن. ببین جلوی ما نمیگن، خیلی نجیبم، اما الان در گوشی دارم میگم. من با بازپرس پرونده صحبت کردم، بحث زد و بند نبوده. صندوق دچار مشکلات مالی شده. اینو آقای حسینی، اون آقای منفرد میگفتش که قوه قضاییه گفته اگه فسادی هم باشه سفت و سخت با اون مبارزه میکنه. الان شما به من میگی آقای سعادت گفته که هیچ زد و بندی نبوده. یعنی میشه دوتا بازپرس اینقدر نظراتشون با هم دیگه فرق بکنن؟ نمیدونم. اصلا زد و بند نبود. درست. خب همینو به مردم بگم، اینم تو روند تحقیقات اختلال ایجاد میکنه. نمیدونم، من اطلاعاتم در مورد پرونده فعلا کامل نیست. شما هم که یا نمیدونی یا اطلاعات دقیق نداری. فرض این که مشکلات مالی داشته باشن، وقتی نتونستن حقوقها رو سر موقع بدن و به تعهداتشون عمل کنن، یعنی مدیرای بی عرضه این دیگه، باید مدیر عامل استعفا بده. حالا اگه پر رو استعفا نمیده خب برکنارش کنن. با همچین چیزای ساده این مردم دلگرم میشن. حق نیست به خاطر همچین مسئله زندگی مردم اصلا بپاشو بد و بیرا بگن. الو. خیلی ممنون آقا ساما. الو. نه ببین، گزارش پزشک قانونی نشون میده که دخل بهت میگم. آره، گزارش پزشک قانونی نشون میده که همون ضربه باعث مرگ بوده. شما تحقیقات رو کامل کن بفرست برای سرگرد دیگه. ببین این باشگاه ورزشی که مرحومه میرفتم یه سری بزن. منتظرم امروز تحقیقات به دستم برسه. ممنون، خداحافظ. پرونده قتل گرفتی؟ شد دیگه. مواظب باش، بیکنم.
شد دیگه. من و شما یه قول و قرارایی با هم دیگه داشتی. میخوای دوباره اعصابت به هم بریزه؟ حالا نگران نباش، زود تموم. این همه را ما رو کشوندی تا تهران. بله. به قوه قاضی اقتصاددان کم دارد. از این به بعد به ارجاع و دادستانی میگم اول با شما هماهنگ کنن، اگه مشکل نبود بعد پرونده رو بفرستن به شعبه من. خوبه؟ مسه. نه جدی میگم. به نظر اینا چند کیلو پنیر میده؟ والا من نه مادرم ماسپند بوده نه پدرم. حالا این مطلق. اون مطلق چیه جدی؟ ما با اون پولی که داشتیم نهایتا میتونستیم برای 3 روز پنیر تهیه بکنیم. اما آشام جان این صدرا جان، صدرا جان گوشت با من. الان ما برای 10 روز پنیر داریم. حالا این گردوش کو پنیر گرفت. هم میگم برو گردو بخر که گرونه گرونه. نمیشد ماشینو بیاریدم لبنیاتی بزنی. جا پارک نبود دیگه. بعد اون اگه بده جا پارک هم بشه آ نمیخواد. آقای سه تا کوچه بعدم بعدم جانم بدن زدی. چی نازنینه؟ چرا نرفتی مدرسه؟ خسته نیستم دخترم که الان اول صبح. خب باشه شما برو مدرسه. من میگم بابا الان بیاد. بابا؟ خداحافظ. ببخشید بابا چجوری میره خونه؟ بابا کار نداره؟ شما تو خونه هم که باشی میتونی به خونه خونریزی فکر کنی و قاتل رو پیدا کنی. بله. اما اگه من نرم سر کلاس چی میشه؟ چی میشه؟ مدرسه به هم میریزه. راست میگی دیگه، بازپرسی شغل نیست که، ما تو تفریحی میریم اونجا. شما قرار بود امروز این شیرا رو ببری خونه. بله. بعد این ماشین رو ببری تعمیرگاه. بله. بعدش هم میتونی در کل روز در خدمت پسرت باشی و خوش بگذرونی. خیلی ممنون، برنامه امروز من همچه کامل برام توضیح داد. اولین ایستگاه مترو بندر پیاده کن لطفا. چشم. خوشحال شدم. خدا نگهدار. سلام آقای حسین. سلام آقای خوشرسم، چطوری؟ چرا من هر جا میرم شما رو میبینم آقای حسینی، بندر عباس، تهران. افتادین دنبال من؟ عزیز من، من سرم شلوغ‌تر از این حرف هست بخوام بیفتم دنبال یکی مثل تو. نگران نباشم، آقازادگی کمکم نکردش. با وسیقه بیبینم. به سلامتی. حالا شما عزم تو جذب کردی تا منم اندازی تو اولو. من در مورد همه مجرما عزمم جزمه. الان که شما رو دیدم تازه متوجه شدم که کی به بازپرس پرونده صندوق کاوش آمار داده که شرکت من از این مجمع اونجا بوده. بله من گفتم. برای اینکه نمیخوام متهم راست بچرخه. حالا که من به همه سوالای بازپرس سعادت جواب دادم، ایشون هم خیالش راحت شد که حسابم پاک پاک. آها در مورد اینکه شرکت ضرر میده، حداقل رو کاغذ در این مورد هم سوال کرد؟ حسینی هستم، میخواستم با حاجی صحبت کنم. خیلی ممنون. بفرمایید. سلام حاج آقا، بازپرس حسینی از شعبه 7 تماس گرفتم. بس کن. چشم. آقا سلام، ارادت. علیکم سلام جانم. تماس گرفتم حاجی ببینم تصمیمتون برای این واگذار کردن پرونده صندوق کاوش به من چی شد؟ من گفتم قراره بهش فکر کنم. من گفتم آقای سعادت داره کار جلو میبره، شما هم لطف کن به کار خودت برس. والا برداشت من این بود که شما گفتید فکراتونو میکنید بعد این پرونده رو دوباره ارجاع میدید به شغل من. خب اشتباه فکر کردی. حاجی من از این نظر میگم که به هر صورت من مسلط‌ترم به این مسائل اقتصادی و اینا دیگه. بعد الانم که خب شاکی های این پرونده خیلی زیاد شده، برامون درد سر نشه. وقت حسینی جان اگر
فکر میکنی کاری ازت برمیاد لطف کن به آقای سعادت کمک کن. تمام؟ بله آقا، مخلصیم. ارادت. خداحافظ. بله؟ سلام آقای حسینی، بهادر هستم، املاک. سلام آقا بهادر، بفرمید. عرضم به محضرتون که من دیگه برای ملک حاج خانم مشتری نمیبرم. گفتم که گفته باشم که بعداً دلخور نشید. چرا آقا بهادر؟ مشتری جور کردم، با قیمتم کنار اومده. دقیقه 90 حاج خانم میگه باید 90% پول رو مبایعه نامه بدید. توافقمون که این نبود اصلا. اینو من باید از شما بپرسم، نه شما از من. خیلی خوب، حالا شما بی خود آروم باش، من با حاج خانم صحبت میکنم، بعد نتیجه رو به شما میگم. نه دیگه آقای حسینی، من دیگه روش کار نمیکنم. زنگم زدم شاکی نشین شما. اگه پس فردا کارمون به دادسرا افتاد چوب لای چرخمون بذاری. ارادت دارم، خدا نکنه. ببین آقا بهادر. الو. قطع کرد. آروم باشید آقای پیوسته. خودتون که دیدید میتونم آروم باشم؟ میتونستید احضارش کنیم بیاد دادسرا. دیدی با پدرش چجوری صحبت کرد؟ وقتی گفتی باباش مشکل داره کنجکاو شدم ببینم رابطهشون چطوری است. حالا کجا رفت؟ تو تراسه بریم بیشش. بابات عزاداره، درست نبود این رفتار. منم عزادارم. پس سوالی داری زودتر بپرسی، نمیخوام ما اون آقا رو برو بشم. آرومی الان؟ اصابه همه هم ریخ بابا. خدا مادرتو رحمت کنه. آمین. خب حالا میگی مشکلت با پدرت چیه؟ با ماجرای فوت مامانم ربطی نداره. ربطشو من تشخیص میدم پسر جون. اینا نمیخواستم با دختری که دوستش دارم ازدواج کنم. اینا یعنی کی؟ پدرت؟ مادرت؟ جفتشون از اول مخالف بودن. یه مدت بابامو راضی کردم که با این مسئله کنار بیاد. ولی با اونم مشکل داشتم از قبل. از قبل یعنی کی؟ سر چی؟ اونجایی که گفتم میخوام برم سراغ علاقه. میخواستم یه کارگاه کاشی سازی را بندازم. این کارگاه که کارمو داره میکنه. پول که نداد هیچی، سنگم انداخت شروع. مادرت چی میگفت؟ هرچی این آقا میگفت. بعدم که رفتی سراغ ازدواج دیگه. بابا ریحانه سالها پیش فوت شده. مادرش هم با کارگری زندگیشون رو چرخونده. برای این آقا افتش دختر همچی خانواده به شرابسشون. شاید از زاویه دید خودشون درست میگفتن. پول مسئله مهمیه. آخرین بار به مامان گفتم وقتی خودت این زندگی رو شروع کردی چی داشتی؟ شوهرت پادویی میکرد تو بازار. همین حرفا هم پروش چسبون به سخت. روزی که این اتفاق برای مادرت افتاد کجا بودی؟ چاقو دست بار سرش بودم. درست جواب بده پسر جون، وگرنه مجبورم بازداشتت کنم. با ریحانه بودیم، دنبال کارهای خرید کاشی سازی مون. میگه شماره شو بدم زنگ بزنی ازش بپرسی یه وقت فکر نکنی قاتل پرونده داره از چنگت فرار میکنه. باشه بده. ببین اونو نمیخوام قاطی این بازی ها بکنم. پس مجبورم بازداشت کنم. باشه وثیقه بذارم بیام بیرون؟ نه بذار موضوع بعدن خودم بهش میگم. نمیشه آقا، من الان حالم بده.
بذار یه فرصت دیگه با هم حرف بزنیم. چی مصرف میکنی؟ چیزی مصرف نمیکنم. میگم بهتون ولی نمیخوام ریحان چیزی بفهمه. کجا بودی اون روز؟ بازداشت شده بودم. به چه جرمی؟ گل امران بود، گشت خیابونی گرفتم. شاهد بری؟ برام پرونده تشکیل دادم، یکی از دوستان سند گذاشت اومدم بیرون. استعلام کنیم متوجه میشه. از کجا فهمیدین چیزی مصرف میکن؟ ببخشید. خواهش میکنم. یام از کجا فهمیدین چیزی مصرف میکنه؟ چشاش دودو میزد، لباش هم سفید شده بود. گفتم بازداشته، حسابی ترسید. وقتی گفته گل، شاید شیشه ای چیزی مصرف کرده و وقتی تو حال خودش نبوده، رفته سراغ مادره و بلایی سرش آورده. وقتی میگه استعلام کن یعنی راست میگه دیگه. حالا اگه شک داری استعلام کن تا مطمئن بشی. وقتی شما مطمئنی منم مطمئنم دیگه. این موبایل هدایت و مسلمی و پرهام پیوسته رو بی‌زحمت چک کن. روز قتل یه ساعت قبل تا 24 ساعت بعدش میخوام ببینم با کیا تماس گرفته. با این هدایت و مسلمی هم تماس بگیر ببین موتورشو کجا برده برای تعمیر. ماشین چه اینجوری میشه؟ باید ببرمش تعمیرگاه، خوب کار نمیکنه. پسر پرهام وقتی بازداشت بوده که نمیتونسته بره سراغ مادره. مگه اینکه کار سپرده باشه به کسی دیگه ای. اگه ایستگاه مترو دیدی من پیاده میشه. من میرسونم تون دیگه. بعد یه مترو مامانی چرا تو بو سبزی زلش میریدی؟ برای که هم خوشمزش میکنه، هم خوشرنگه، هم خون و صاف میکنه. آها، راست آماده شما هم درست نور عزیزم. صدر جان بله. میگم مگه قهدی بونگاهه، به یه بونگاهی دیگه بسپار. خب جان، تا شما تکلیفتون با خودتون مشخص نشه این بونگاه، اون بونگاه، چه فرقه؟ اصلا نمیخوام بسپاری. نه منو ببین که به کی اعتماد کردم. یعنی شما واقعا میخواید بفروشید؟ صدرا خب معلومه هیچ چیزی هم تو ذهنم نیست غیر از این. نیست. سلام. سلام. رسیدم به خیر. یه صف دور میدونه. ای بابا. سلام خانم جون، خوش آمدی. خوبی؟ من لباسم عوض میکنم یا خانم جون طوری شده؟ من چی طوری شده؟ چرا ناراحته؟ بابا ناراحت چی میگی؟ تو یه چیزی میتونی؟ بابا بیچاره فکرتو مشغول نکن. من برم این سبزی رو ببزنم. الان خودم هم میام. فعلا که میره خونه مهتا. ای بابا حالا برای یه روز دو روز اشکالی نداره، ولی خب دائمی درست نیست دیگه. بعد این تاها بعد قلدی میکنه. چی کار داری میکنی سطر؟ برو کنار بذار خودم درست کنم. نه برو خودم درستش میکنم. خودت باید یه فکری بکنی دیگه، به زور که نمیشه بچه رو فرستاد مدرسه. حالا میگم راستی این پنیر بندیتون چی شد؟ اندازه دو هفته پنیر درست کردیم. به به باکلا. ولی تو مدرسه دردسر دیگه. مهدی نبی که میخوای بیای خونه برای این همه دانش آموز پنیر درست کنی؟ بعد برای خودت ثواب جمع میکنی؟ خیلی ممنون که به فکر آخرت منی. گرفتاری این بچه ها و خانواده هاشون خیلی زیاده، نمیدونم با چی کار کنم. گرفتاری چی؟ گرفتاری مالی دیگه. یک کدومشون یه جفت کفش درست حسابی پاش نیست. لباساشون رو نگاه میکنی مال خواهر برادرشونه که دست به دست شده. مهدی اینو جدی دارم میگم دیگه. ببین تمام مشکلات این بچه ها رو تو تنهایی که نمیتونی حل کنی. میدونم. خب کمک میگیرم از آشنا، فک و فامیل.
بقیه. آها ببین، یه پرونده کلاهبرداری خوندم، این به دردت میخوره احتمالا. کلاهبرداری کنم؟ نه کلاهبرداری که نه، ببین یه نفر اومده توی فضای مجازی صفحه درست کرده، خب بعد بر کار خیر و اینا، ولی خب آره کلاهبرداری. خب حالا کلاهبرداریشو شما بذار کنار، خوبه دیگه یه صفحه تو فضای مجازی بزنی، بعد اونجا عکس بذاری، گزارش بدی، بگی مدرسه ای ما اینه، مشکلاتش اینجوری، آخه چهار نفر نگاه میکنن، میان کمک میکنن دیگه. چرا به فکر خودم نرسی؟ آها، برای اینکه خب من این پرونده رو خونده بودم، اینا از مزیت‌های اینه که یه همسری داشته باشی مثل من که چی بازپرس باشی. مهدی؟ بله. صبحونه حدثی؟ آره. به نمیدونم خانم چون چش بود، زودم رفت خوابید. بله. چرا به من نگاه میکنی؟ مامان توه، من بگم چی بگم؟ نه بیمارستان برای چی؟ چند وقت شبا تو خواب با خودت حرف میزنی؟ چی میگم؟ حسیون میگی، چیخ میزنی، ناله میکنی. مهم نیست، مهم نیست. نباید اون واما میگرفت. چی؟ اما برای بچه ها گرفته، من اینه میبینی چقدر خوشحالن؟ میخوام خوشحال نباشن، به چه قیمتی؟ به قیمت جون تو؟ هدایت برو وامو پس بده. نه نمیشه، اگه خدایی نکرده یه بلایی سر تو بیاد، من چه خاکی تو سرم بریزم؟ نمیشه. شده. این پرونده نباید خیلی کش پیدا کنه. برو از یه شهرستان این روستایی چند نفر رو قطع کن. وقتی فرار میکنی حتما یه ریگی به کفشت هست دیگه. دوشیزه یه محترمه یه مکرمه، سرکار خانم رویا مسلمی. آیا بنده وکیلم شما رو به عقد دائم آقای مهدی تلویکان.